آقای شکوری خسته نباشین، لطف میکنید در رابطه با خلاصه اتفاقاتی که روز گذشته رخ داد و حالا حاشیه زیری در رابطه با بحث های قاسمی نژاد مطرح شد و حالا رفتاری که تو باشگاه استقلال شد صحبت میکنید در این رابطه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام داریم خدمت همه هواداران عزیزمون. بارها اعلام کردیم که اخبار باشگاه رو از سایت باشگاه و از خود اینستاگرام باشگاه دنبال بکنن. در رابطه با صحبت‌های دیروز بعضی از دوستان، فقط ما باید این رو بگیم که برنده نقل و انتقالات رو در آخر مسابقات و زمانی که جام رو اهدا می‌کنن، مثل این 5 جام مشخص می‌کنن و حالا دربی‌های خیالی که بعضی از دوستان درست کردن، فکر می‌کنم جامی به اون نمیدن. من فکر می‌کنم که مثل این 5 سال گذشته که پرسپولیس تونسته قهرمان بشه و هر سالم بازیکن‌های شاخص و بزرگ و ملی‌پوش ازش جدا شدن، اما باشگاه پرسپولیس این رو نشون داده که تبدیل شده به یک باشگاه ستاره ساز. فکر می‌کنم امسال ان شاءالله این اتفاق می‌افته و میگم امیدواریم که ششمین این جامایی که اینجا می‌بینید الان تبدیل به 5 تا شده پشت سر هم و گلات قهرمانی رو رقم زده. من فکر می‌کنم که امسال ششمیش رو باید داشته باشیم و دوستان باید زحمت بکشن این رو دوباره سال بعد تغییر بدن و فکر میکنم که میشه دبل هتریک. باشگاه پرسپولیس به دنبال این موضوع است، ولی کار بسیار سختی هستش. در رابطه با بازار نقل و انتقالات فکر میکنیم به اون اهدافی که کادر فنی مد نظرش بوده رسیدین؟ بازیکنایی که مد نظرشون بوده جذب کردین؟ خب بله، من فکر میکنم ما تنها یک بازیکن دیگه میخوایم. با توجه به نیاز تیم ما خرید کردیم، ما تنها یک بازیکن دیگه نیاز داریم و البته در اون پست بازیکن‌های بسیار ارزشمندی مثل مهدی عبدی، مثل عیسی آل کثیر داریم، ولی خب به دنبال یک بازیکن هستیم. با توجه به اینکه بازیکن‌های خارجی هم باز شده و میشه بازیکن خارجی هم گرفت، حالا دست باشگاه خیلی بازتر هستش و مطمئناً با این ارقام عجیب و غریبی که تیم‌ها دارن به بازیکن‌هاشون پرداخت می‌کنن، ما می‌تونیم فکر می‌کنم یک بازیکن تاپ لول در سطح بین‌المللی رو بگیریم. فدراسیون فوتبال گفته پرسپولیس، استقلال و تراکتور نمیتونن بازیکن خارجی جذب کنن. شما میگه پرونده کالدرون رو دارید و پرونده اوساگونا رو هم دارید، ببین اینا رو پرداخت بکنید. در رابطه با اینم صحبت میکنید، از اون شرطهای فدراسیون شما میتونید اجرایی کنید؟ خب جا داره یه تشکر ویژه بکنم از مدیر عامل محترم و هیئت مدیره محترم جناب آقای سمی، جناب آقای صدری، که در راستای فکر میکنم پاک کردن پرونده‌های مختلف دارن گام برمی‌دارن. ما همین دیروز بود که کلیه پرونده های داخلیمون رو پاک کردیم و هیچ پرونده دیگه در حال حاضر وجود نداره که شکایت شده و پرونده برش ایجاد شده. مطمئن باشید برای پرونده بین‌المللی هم انشالله هیئت مدیره محترم و مدیر عامل محترم انشالله برنامه های خوبی دارن. ما مشکلی بابت اون قضیه نخواهیم داشت. و اینکه من فکر میکنم که تیمی که باشگاه ما، تیمی که پرسپولیس در حال حاضر داره، بهترین تیم هستش و پرسپولیس این رو نشون داده طی چند سال گذشته و عملکردی که داشته که تبدیل شده به یک تیم ستاره ساز. در واقع بازیکن هایی میان داخل تیم ما و تبدیل به ستاره میشن و جدا میشن. مرسی.